عرض کنم که من با مرحوم طباطبایی که چند بار بیشتر ملاقات نداشتم، چند بار فکر میکنم روی هم رفته شاید 5 بار 6 بار بیشتر ملاقات اصلا تو طول عمرم نداشتم، و اونم عمدتاً در سالهای پایانی عمر مرحوم طباطبایی بود. و اینه که نمیتونم چیز خیلی قویی بگم، ولی 3 تا چیز رو که به هر حال در همون جلسات معدودی هم که من باشون بودم دیدم، 3 تا چیز رو واقعا میتونم بگم. یک نکته این بود که تا سوال از ایشون نمی کردید ایشون حرف نمی زدن، و همون ارزش سکوت که داشتم برش تاکید می کردم رو من در علامه طباطبایی به نحو احسن دیده بودم. هیچ وقت ابتدا به ساکن حرفی نمی زدن. تنها سخن ابتدا به ساکنی که می گفتن همون سلام و تعارفی بود که برای بالاخره آشنایی هر دو انسانی شرط. ولی به محضی که از سلام و تعارف تمام می شد می رفتن در حالت سکوت خودشون، هیچ چی نمی گفتن. وقتی که شما چیزی می پرسیدید البته جوابت نمی دادن. این برای من خیلی ارزشمند بود. یک. دوم این که یکی از کثیر و تداول ترین الفاظی که در سخنان ایشون بود نمیدانم بود، برخلاف همه شاگردان ایشون که من از هیچ کدومشون نمیدانم نشیدم. اینا که خودشون منسوب میکنن به مرحوم طباطبایی، هیچ کدامشون من تا الان ازشون نمیدانم نشیدم. مثل این که یک جام جهان نمایی دارن که شما هر چه ازشون بپرسید یه لمحه نگاه میکنن به این جام جهان نما و عین واقع رو، حق واقع رو بر شما بیان میکنن. من هیچ وقت ندیدم تو هیچ کدوم از شاگردان ایشون علامه طباطبایی یکی از کثیر و تداول ترین الفاظشون نمیدانم بود. تو یک جلسه واحد ممکن بود شما مثلا باور کنید تو یک ساعت ممکن بود 10 بار بگن نمیدونم، این مطلب رو نمیدونم. با اینکه مطلبی هم بود که ایشون وقتی میگن نمیدونم عجیب بود. مثال بزنم، مثلا نکته بود راجب قرآن بود، گفتن نمیدونم. حنات میکنی؟ نه اینکه بگم حالا راجب یه چیز دیگه، راجب فلسفه کانت نبود، توجه میکنی؟ این شاگردانشون که شما اگه از فلسفه مالبرانش هم ازشون بپرسید نمیگن نمیدونی، ولی ایشون نه، حتی از قرآن هم ازشون میپرسید میگفتن نمیدونم یه چیزی رو، گفتن نمیدونم، باید تأمل کنم. گاهی وقتا میگفتن باید فکر کنم، و عمدتاً هم میگفتن نمیدونم. این هم ایچه دومی بود که من در ایشون دیدم که خیلی برام جذاب بود، این نمیدانم گفتن ایشون. و اما رو که سومی هم که من در علامه طباطبایی تفتون بهش پیدا کرده بودم این نکته بود که خودم خیلی بهش قائلم، که ایشون معتقد بود باید افراد تحول درونی پیدا کنن. اعتقادی نداشت به عرض کنم که زیر و زبر کردن های اجتماعی و سیاسی، و به نظر من خیلی نکته جالب بود. با اینکه انسانی نبود که نسبت به ظلم و ستم بی تفاوت باشه، عدل و دلیلش وقتی بود که در مقابل اسرائیل موضع گرفت و اعلامیه امضا کرد و نوشت، آدمی حساس بود نسبت به درد و رنج مردم، نه اینکه بی تفاوت باشه، ولی اینو پی برده بود که آخر آخر آخرش مردم در درون باید متحول بشن. این تغییرات بیرونی میان و میرن و تا تغییر درونی صورت نگرفته باشه چیزی بهبود پیدا نمیکنه. این برای من خیلی ارزشمند بود به خاطر اینکه یکی از ارکان تعالیم عرفانیه. یکی از ارکان تعالیم عرفانی اینه که اصلاح از درون شروع میشه. اصلاح هیچ‌وقت از بیرون شروع نمیشه. اصلاح از درون شروع میشه.